سلام میگم به تک تک شما عزیزان دل خواهر عزیزی که از طریق یوتیوب و همطور از طریق اینستاگرام جلسه ما رو نگاه میکنید و دنبال میکنید عزیزان کلیسا آلفامیکا هامبورگ امروز عزیزان برمن هم به صورت خاص با ما هستند تا با کلیسای مادر در آین مقدس اشای ربانی شرکت کنند و هر کدوم از عزیزان شما که از هر شهر و یا کشوری ما رو نگاه میکنید خوشحالیم که تا اینجا ما رو دنبال کردید امروز هفتمین هفته هفتمین یک شنبه ای هستش که ما نمیتونیم در ساختمان با همدیگه جمع بشیم و شما ما رو از طریق پخش زنده تماشا میکنید آرزوی قلبی من این هستش که بتونم تک تک شما عزیزان رو دوباره از نزدیک ببینم اما دعا میکنم که اراده خدا در هر قسمت انجام بشه قبل از اینکه کلام خودم رو شروع کنم میخواستم میدونم که میدونید اما دوباره به اطلاع شما از برسونم که در این هفت هفته که شما عزیزان در خانه های خودتون بودید عزیزانی هستند که هر هفته یک شنبه وقت میذارن با جان با دل با تمام استرس ها فشار ها, با تمام چیزهای تازه‌ای که فکر می‌کنم همه ما در این زمان‌ها یاد گرفتیم ما رو خدمت می‌کنن گروه پرستش عزیز هست پاستور عزیز برادرم وحید و خواهرم رومینا که هر هفته اینجا میان و ما رو در پرستش هدایت می‌کنن عزیزان تیم مدیریت جلسه هستند که هر هفته میان و در پشت صحنه افرادی که دیده نمیشن میتونم بگم واقعا این عزیزان بدون این سه چهار نفری که در پشت صحنه خدمت می و میبینید بینید در یکی دو هفته اخیر مخصوصا چقدر کیفیت برنامه های ما در یوتیوب بهتر شده با زیرنویس هایی که میاد با تصویر های بهتری که داریم اینها رو واقعا مدیون زحمت و من از نزدیک شاهدم استرس هایی که همین الانم هم برادرمون مهدی داره میکشه و واقعا میتونم بگم واقعا یک گنج بزرگی برای ما برادرمون احسان برادرمون علی رضا که ما رو خدمت میکنه امروز برادرمون پوریا هستش و مخصوصا روزهای چهارشنبه برای جلسه برادران برادرمون بهروز هست که ما رو خدمت میکنه و ما کمک میکنه واقعا عزیزانی که اینجا هستید پایین قدر زحمت های شما رو میدونیم همگی شما و تک تکتون با ارزش هستید برای کلیسا من از طرف کلیسا از همه شما تشکر میکنم برای بودنتون و کلیسا رو هم میخوام تشویق کنم نه الان بلکه بعد از جلسه اگر دوست دارید این عزیزانی که اسم بردم میتونید بهشون یک پیام بدید تشویقشون کنید برکتشون بدید در این زمان هایی که همدیگر نمیبینیم این پیام ها خیلی میتونه باعث دلگرمی و تشویق کننده باشه برای عزیزان خدا رو شکر هفته گذشته اگه یادتون باشه الان پاستور اگه اینجا بود سوال میکرد هفته گذشته در مورد چی شنیدیم موضوع موعظه هفته گذشته بود بیداری باکره نادان شنیدیم در مورد این مسیری که یک شخص باید بره یا یک باکره نادان باید بره که چطور چه جاهایی باید از حق خودش بگذره باید حق خودش رو زمین بگذاره و اون داستانی که از یعقوب و یوحنا بود با عیسی که چطور عیسی به اونها گفتش که شما با من سهم خواهید داشت اما اگر از ای که من, من نوشم شما هم بنوشید و این طور بود که گفتیم چطور باکره نادان در واقع بیدار باید بشه و تبدیل بشه فکر میکنم در این چند وقت اینقدر این مسل رو و اسمش رو شنیدیم همه ما دیگه این داستان رو خوندیم در انجیل متا اگه اشتباه نکنم بابا 25 هست باکره دانا و نادان مسل ده باکره یک فرق اساسی در این مثل الان قسمت های روحانی و الهیاتیش رو بگذاریم کنار یک فرق اساسی بین یا تفاوت بین باکره دانا و نادان ما در این مثل می‌بینیم. و او هم داشتن و نداشتن روغن هست الان صرف نظر از اینکه روغن به چه معنی است وارد چیه وارد اونها نمی‌خوام بشم اما می‌بینیم که تفاوت این دو نفر تفاوت این دو گروه در واقع داشتن و نداشتن روغن بود باکر نادان با های نادان که روغن نداشتن میتونم اگر خیلی ساده بخوام الان بگم سمبل چگونه ایماندارانی هستند سمبل ایماندارانی هستند که میگن هنوز وقت هست هنوز وقت داریم هنوز وقت داریم که بخوایم زندگی های خودمون رو درست کنیم هنوز وقت داریم که بریم روغن بگیریم عیسی به این زودی ها نمیاد داماد حالا حالا ها نمیاد و هنوز وقت داریم و ما سرانجام واقعا دردناک این باکره ها رو میبینیم که چطور زمانی که همگیشون خواب بودن باکره های دانا هم خواب بودن داماد ناگه موقعی که اصلا انتظار نداشتن در نیمه های شب اومد و چطور این پنج باکره که روغن نداشتن پشت در بودن از زمان ما نمیدونیم نه من نه هیچ کس دیگه ای ادعا رو بکنه که داماد کی میاد هیچ کسی نمیدونه داماد آسمانی چه زمانی برمیگرده اما تنها چیزی رو که میدونیم و میبینیم اینه که هر روز داریم بیشتر از قبل به او زمان آمدن او نزدیک میشیم چقدر زمان ما داره کم و کمتر میشه و همین زمان کم هم داره عزیزان برای ما به سرعت سپری میشه پولس رسول در اول قرنتیان باب 7 آیه 29 تا ۳۱ میتونید کتاب مقدس های خودتون رو باز کنید اول قرنتیان 7 29 تا 31 اینطور میگه برادران خواهران و تمام ایمانداران مقصود اینکه زمان کوتاه شده است از این پس حتی آنان که زن دارند چنان رفتار کنند که گویی زن ندارند آنان که سوگوارند چنان که گویی سوگوار نیستند آنان که شادمانند چنان که گویی شاد نیستند آنان که متاعی میخرند چنان که گویی مالک آن نیستند و آنان که از این دنیا بهره برمیگیرند چنان که در آن غرقه نباشند زیرا صورت کنونی این دنیا در حال سپری شدن است. اولین چیزی که پولس میگه میگه ای ایمانداران زمان کوتاه شده دلیل نوشتن من به شما این هستش که زمان کوتاه شده جای دیگه پولس در رومیان باب 13 آیه 11 میگه و شما ای ایمانداران با آگاهی از اینکه در چه زمانی به سر میبرید زندگی کنید زیرا همکنون ساعت آن رسیده است که از خواب بیدار شوید چرا که اکنون در مقایسه با زمانی که ایمان آوردیم نجات ما نزدیکتر شده عزیزان ما باید بدونیم آگاه باشیم که در چه زمانی زندگی میکنیم همونطور که پولس میگه زمان داره کوتاه کوتاهتر میشه زمان اون رسیده که از خواب بیدار بشیم و عیسی هر موقعی که برمیگرده ما نمیدونیم اما میدونیم در مقایسه با زمانی که ایمان آوردیم هر موقع بوده این نجات ما رسیدن ما به او داره نزدیکتر میشه قاین بونکه یکی از مبشرین بزرگ قرن 20 و 21 که قدمات زیادی رو مخصوصا در قاره آفریقا انجام داد ما سال گذشته افتخار رو می داشتیم کلیسای ما در آخرین کنفرانس و در آلمان شرکت کنیم و خدمت کنیم یک عبارت خیلی زیبایی رو میگه قاین هارت بانکه میگه اگر رسولان و نویسنده های کتاب مقدس دو هزار سال پیش گفتن که ما در زمان آخر هستیم داره زمان به کمال میرسه پس امروز ما در ثانیه های دقیقه های آخر هستیم و این رو ما باید درک کنیم پولس ادامه میده در اول قرنتیان باب هفت میگه از این پس حتی آنان که زن دارند چنان رفتار کنند که گویی زن ندارند برای از مرد برای بعضی از مردها اگر تفسیر اینو ندونن شاید خوشحال کننده باشه اول اما عزیزان این آیه فقط به مرد و زن اشاره نمیکنه. اینجا میتونه همسر تو باشه چه مرد چه زن باشه میتونه فرزند ما باشه میتونه پدر و مادر ما باشه میتونه خواهر و برادر ما باشه و یا هر کسی که تمام فکر، نیرو و انرژی ما رو برای خودش جلب کرده و تمام زندگی ما متمرکز شده بر اون یعنی اینکه که عزیزان این آیه میگه تمام فکر و نیروی ما نباید صرف مسائل زندگی، ازدواج، همسر، فرزند و خانواده ما بشه بلکه برعکس در این زمانها بر صدر اولویتهای ما باید ملکوت خدا و اطاعت از احکام اون قرار بگیره افرادی هستند در هر قسمتی چه همسر چه فرزند یا هر عضو دیگه از خانواده تمام تمرکز و انرژی خودشون رو گذاشتن روی اون شخص که اونها رو تغییر بدن اونها رو عوض کنند یا همیشه در حال جر و بحث و مشاجره های مداوم هستند برای اینکه ثابت کنن حق با کیه حق با منه حق با توه چی کار باید بکنیم شاید این کسی که تو تمرکزت روش گذاشتی یک بی ایمان در اعضای خانواده تو چرا ایمان نمیاری ایمان بیار و داری تلاش میکنی شاید یک ایمانداری باشه <applause> که مثل تو با غیرت و اشتیاق با خدا زندگی نمیکنه خدا رو دنبال نمیکنه و تو تمام سعیت این هستش که به زور او رو بیاری و عاشق خدا کنی تمام انرژی تو گذاشتی که او رو وارد این مسیر کنی و در این مسیر از خودت و روغن روغندان خودت قافل شدیم یک خوابی رو من چند سال پیش دیدم در مورد یک عزیزی از کلیسای ما بود یک زوجی که همون موقع بهش گفتم و هفته گذشته که این کلام آماده می خدا این خواب رو به یاد من آورد من در خواب اینطور دیدم که الان واقعا نمیدونم اصلا مرده بودم روح من بود چطور بود من این زن و شوهر رو که از اعضای کلیسای ما هستم من خودم رو در بالای اتاق سالن اونها میدیدم اتاق پذیرایی اونها و می دیدم که این مرد نشسته و زن تلفن در دستش هست و شروع کرده دونه دونه به افراد مختلف زنگ زدن زنگ میزنه من خودم موقعی که از بالا نگاه می کردم اصلا متعجب بودم که من اولا اینجا چرا هستم و این صحنه چه چیزی هستش که می بینم این زن زنگ می زد دونه دونه و می گفت مثلا به پاستور زنگ زدم نیست دوباره زنگ می زد. به خواهر نیست این نیست اون نیست به چندین نفر شروع کرد و زنگ زده و می هیچ کی جواب نمیده و به سمت مرد خودش برگشت گوشی رو زد زمین و گفتش که همه رو بوده شدن و من به خاطر تو موندم یک درد خیلی عمیقی در چهره این زن بود یک درد همراه با حسرت در همراه با خشم به خاطر اینکه هیچ موقع یادم نمیره به شوهر خودش گفت من به خاطر تو موندم چون که انقدر زندگی خودش رو تمرکز کرده بود روی اون همسر خودش از این آیه به ما نمیگه که ما باید همه چیز رو الان ترک کنیم همه چیز رو رها کنیم هرگز ما باید تا آخرین لحظه برای عزیزانمون دعا کنیم باید تا آخرین لحظه اونها رو محبت کنیم اونها رو خدمت کنیم رابطه هایی که هست در هر قالبی در قالب زناشویی خانواده است با تعهدی که داریم به پیش ببریم اما تمرکز و اولویت وقت و انرژی ما عزیزان باید ملکوت عیسی و اطاعت از احکام داماد آسمانی ما باشه اینطور هستش که میتونیم روغن به روغندانهای خودمون اضافه کنیم باشه که هیچ کس، هیچ کدوم از ما به خاطر کس دیگه جا نمونه هیچ کدوم ما به خاطر کس دیگه روغندانهای ما خالی نمونه آنان که سوگوارند چنان که گویی سوگوار نیستند و آنان که شادمانند چنان که گویی شاد نیستند از ما در این دنیا به هزاران دلیل شاد و غمگین میشیم اگر هر کدوم ما هر کدوم شما به گذشته خودتون برگردید روزهایی رو میبینید که در اوج غم و سوگواری بودید در اوج ماتم بودید و همینطور میتونید روزهایی رو پیدا کنید که در اوج شادی و خوشحالی بودید اما هیچ کدوم اونها پایدار نبود همه اونها گذشت این آیه به ما چه چیزی رو میگه؟ میگه این دنیای فانی عزیزان روزی تمام خواهد شد. هر چیزی که برادر و خواهر عزیز امروز باعث خوشحالی توست و یا باعث ناراحتی و سوگواری توست با تمام شدن این دنیا تمام خواهد شد. و روزی همگی ما وارد پادشاهی میشیم، وارد ملکوت میشیم که یکی از بزرگترین مشخصات اون خوشی در روح القدس است. وارد ملکوتی میشیم که شادی و خوشی اون هرگز تمام نخواهد شد پس آنکه امروز سوگوار است ماتم نگیرد سوگوار نباشد چنانکه که گویی ناراحت نیست و کسی که امروز شادمان است به خوشی موقتی خودش نچسبه چون همگی اینها تموم میشه و عزیزان این آیه میگه تمرکزمون بعد از اتفاقات دور ما برداشته بشه چه اتفاقاتی داره بر ما میفته چه چیزهای ما رو ناراحت و خوشحال میکنه باید برداریم و هدف اصلی ما فقط باید یک چیز باشه اون یک شدن با داماد آسمانی اضافه کردن روغن به روغندان خودمون در این زمان اندک وقتی که این هدف رو از اون پیش رو باشی، داشته باشیم اون موقع هستش که میتونیم به راحتی غم و شادی خودمون رو کنار بگذاریم و آنان که متایی میخرند چنان که گوی مالک آن نیستند و آنان که از این دنیا بهره می‌گیرند، چنان که در آن غرقه نباشند از اون ما باید از تمامی برکاتی که خدا به ما داده عاقلانه و حکیمانه استفاده کنیم از سرمایه‌ای که داریم از پولی که داریم از امکاناتی که داریم هر برکتی که در زندگی ما هست ما مسلما باید ازش استفاده کنیم ولی به عنوان عروس عیسی به عنوان یک شخصی که میخواد زندگی یک باکره دانا رو داشته باشه نباید اجازه بدیم که این برکات بر ما تسلط داشته باشه نباید اجازه بدیم که دارایی ما ثروت ما کار ما پول ما هر چیزی که در این دنیاست صاحب قلب ما بشه و ما رو اسیر خودش کنه این هستند متاسفانه که اونقدر درگیر کار اونقدر در درگیر سرمایه شغل پول در آوردن میشن که تمام تمرکز اونها از زندگی با عیسی برداشته میشه و به دنبال راههای این دنیا میرن تا بتونن به اون هدف برسن از مسلما ما باید کار کنیم ما باید درآمد داشته باشیم ما باید از سرمایه‌ای که خدا به ما داده استفاده کنیم ولی اولویت ما در چیست اگر کار تو اگر سرمایه تو اگر هدفی که در قسمت مالی داری اون شادی اون آرامی اون سلامتی و اون نزدیکی که تو با عیسی داشتی رو از تو گرفته و داری تو و هر روز داره از تو میگیره و تو هر روز بیشتر داری در راه های این دنیا غرق میشی بدون برادر و خواهر عزیز که زندگی تو مثل زندگی یک باکره دانا نیست بدون که این دنیا و تمایلاتش داره عزیزان مانع میشه که تو وقت داشته باشی زمان داشته باشی که روغندان خودت رو پر کنیم و در آخر باز هم پولس میگه زیرا صورت کنونی این دنیا در حال سپری شدن است از آن شکل ظاهری این دنیا داره از بین میره و من و شما هستیم که به عنوان یک ایماندار اگر میخوایم مثل یک باکره دانا زندگی کنیم باید روش زندگی و انتخاب‌های خودمون رو تغییر بدیم شکل ظاهری این دنیا داره از بین میره من و شما خیلی خوب داریم الان در این دنیا می‌بینیم. و این تغییر و تبدیل میتونه حتی در احساسات ما باشه همونطور که گفتم کسی که شاده دیگه شادی نکنه کسی که سوگوار ماتم نگیره از این آیات حدوداً به ما میگه که زندگی یک باکره دانا که منتظر داماد آسمانی هست چطور باید باشه و فقط یک پیام رو به ما منتقل میکنه و اون هم پیام صلیب هست پیامی که هفته گذشته هم در موردش شنیدیم هر چیزی که به من ربط داره به حق من به شادی و ناراحتی من هر چیزی که در این دنیا میتونه به من حس مالکیت بده به من ارزش بده من ازش بهره ای ببرم تمام انتظاراتی که من از این جهان و زندگی خودم دارم حتی واقعا در این روزهای گذشته خدا به من نشون داد تمام آرزوهایی که حتی برای خودم دارم خیلی چیزهایی که براش دعا میکنم و منتظرم که به دست بیارم همه اینها باید روی صلیب گذاشته بشه از آن منظور من نیست که ما باید تاریک دنیا بشیم هیچ خوشی نداشته باشیم تفریح نداشته باشیم کار نکنیم بلکه منظور این هستش که ما به عنوان ایماندار به عیسی مسیح اگر میخوایم با کره دانا محسوب بشیم به چه چیزهایی در زندگی خودمون چسبیدیم هدف ما برای رسیدن به چه چیزهایی هست چه چیزهایی برای ما مهمه و اولویت داره و باید پیدا کنیم همینطور چه چیزهایی هستش که مانع میشه که ما روغندان های خودمون رو بتونیم هر روز پر و پرتر کنیم و باید اونها رو بشناسیم من زمانی که کلام رو آماده می کردم فکر کردم که برای خودم چه چیزی مانع هست مانع از این که روغن به روغندان خودم اضافه کنم و به جرأت میتونم بگم برای شخص من بزرگترین مانع خود من هستم خود من نفس من آرزوهای بی حد و اندازه های من خواسته ها و تمایلات سیری ناپذیر من منی که همیشه میخواد بیشتر و بیشتر و بیشتر داشته باشه و قانع بودن خیلی برای اون سخته برای من بزرگترین مانع خودم هستم من و خواسته های من از این دنیای هزار رنگ گاهن عزیزان و یا دائما خیلی راحت به شما بگم باعث میشه حواست من از هدفی که دارم پرت میشه و به دنبال رسیدن به هدف‌های خودم هستن رسیدن به آرزوهای خودم هستن خیلی حتی می‌تونه جنبه روحانی داشته باشه اما من بزرگترین مانع خودم هستم اما مباد پولس رسول چه زیبا در غلاطیان باب 6 آیه 14 میگه اما مباد که من هرگز به چیزی افتخار کنم جز به صلیب خداوند مانیسای مسیح که به واسطه آن دنیا برای من بر شد و من برای دنیا اما مباد که من هرگز به چیزی افتخار کنم پولس هیچ چیزی نداشت که بهش افتخار کنه هیچ آرزوی دیگه براش نمونده بود هیچ خواست و هیچ هدفی نداشت من اینطور برداشت میکنم و جز به یک چیز افتخار میکرد و صلیب عیسی مسیح بود پولس به صلیب عیسی افتخار میکرد نه فقط به خاطر اینکه نجات او روی صلیب بود بلکه من فکر می کنم حقیقتا پولس این رو چشیده بود که تمام آرزوهای خودش رو تمام هدفهای زمینی خودش رو حتی هدفهای زمینی میتونه هدفهای خدمتی باشه هر آن چیزی که میخواست به این نتیجه رسید که باید روی صلیب قرار بگیره و از بین بره و او مرگ رو انتخاب کنه برای همین هست که بعدش میگه که به واسطه آن دنیا برای من بر صلیب شد و من برای دنیا من تا پیش از این فکر می این آیات رو فهمیدم من حتی این آیات رو قبلا تعلیم داده بودم اما در هفته گذشته واقعا خدا در هفته های گذشته خدا من رو به مسیرهایی برد تا بفهمم اصلا نفهمیدم و تمام آرزوهای من از این دنیا هنوز برای من زنده است با اینکه تو این آیه تجربه خیلی خاصی داشتم خدا درسی به من داد ولی من هنوز این درس رو یاد نگرفتم تجربه که با خدا داشتم که این آیه رو بر من زنده کرد کریسمس سال 2016 بود و ناختن 2016 یک روز خیلی حالم خوب بود از نظر روحانی به قول مزبور نویس خدا رو بر جانب راست خودم می دیدم و هر صحبتی که می کردم احساس می کردم واقعا از صبح در خیلی حالم خوبه و بعد از ظهرش تنها رفتم که کم قدم بزنم توی مرکز شهر و هامبورگ که میدونیم وایناکس مارک های خیلی زیبا داره و وقتی که رسیدم اون زیبایی رو دیدم و حالا تو اون عالم روحانی حالا یکی شاید بگه خل شدیم واقعا به خدا گفتم به پدر گفتم گفتم پدر من امروز میخوام یک هدیه ای یک چیزی بخرم از طرف تو برای من یک یادگاری از طرف تو برای خودم داشته باشم و واقعا عزیزان امیدوارم باور کنید شاید هم باور نکنید واقعا این احساس در من اومد که خدا گفت اوکی برو و من به تو نشون میدم من رفتم وارد این وایناکس مارکتا شدم خیلی با ناراحتی و افسوس از کنار دکه سوسیس رد میشدم چون میدونستم الان خدا نمیگه یه سوسیس از طرف من برای خودت بخر رد شدم خیلی تمرکزم بود روی مثلا شمع هست مجسمه هست خیلی نگاه میکردم گفتم شاید یه MG چیزی رو خدا رو من بده این خیابون مونکه به خاصه تموم شد رسیدم به سمت آلستر و معمولا من وایناکس مارکتا خیلی جایی که شلوغ باشه دوست ندارم واردش بشم مخصوصا یه جایی که خیلی همیشه شلوغ هست جلوی قاتاس است شهرداری هامبورگ و اتفاقا اون روز وقتی از دور نگاه کردم دیدم که چقدر خلوت بود یه نوری احساس می‌کردم اونجا بود که در دل من من میگفت به اون سمت برو رفتم به اون سمت دالون‌ها رو می‌رفتم و هیچ و از دور یه یک دکه ای توجه من رو به خودش جلب کرد و قشنگ احساس کردم روی خدا میگه به اون سمت برو وقتی رفتم جلوی دکه ایستادم دارم تمام چیزهای فلزی بود تمام چیزهای فولادی بود خیلی چیزهای زمخت و خیلی سنگی بود و چشمم رو انداختم پایین و یک جعبه جلوی من بود و توی این جعبه پر از میخ فولادی بود و اونجا احساس کردم که خدا به من میگه سه تا از این میخار بخر سه تا از این میخار بخر تا همیشه به یاد داشته باشی پسر من عیسی که عزیزترین من بود که بهترین بود که پاکترین بود که عادلترین بود که لیاقت آسمان‌ها و زمین رو داشت در این دنیا در آخر بعد از اون همه خدمتی که کرد اون همه نجات رو که نجات داد شفا داد معجزات کرد تعلیم کرد در آخر این دنیا چیزی بیشتر از سه تا میخ به اون نداد و تو هرگز انتظار تو بیشتر از این نباشه اون موقع من این میخار گرفتم میخا همیشه جلوی چشم من هست البته خیلی مطمئنم فرق میکنه با اون میخایی که به دست و پای ایسا کوبیده شد اما خدا اونجا با من صحبت کرد اکاش کاش که از اون موقع که خدا با من صحبت کرد من میتونستم حداقل اینو درک میکردم اینو میفهمیدم ولی هر روز که بیشتر میرم عزیزان بیشتر متوجه میشم که حقیقتا هنوز درک نکردم ای کاش! که من هم یک روزی بتونم مثل عیسی بگم مثل پولس بگم که دنیا برای من بر صلیب شده و من برای دنیا همه ما عزیزان بارها و بارها آیه رو تکرار می‌کنیم فکر می‌کنم اکثر ایماندارها این آیه رو حفظ هستن آیه‌ای که در کلام خدا به حکم اعظم معروف در مرقس باب 12 آیه سی میگه خداوند خدای خود رو به تمامی دل با تمامی جان با تمامی فکر و با تمامی قوت خودت محبت کن کلمه در این آیه هست که انجام این آیه رو برای من حداقل غیر ممکن کرده و اون هم کلمه به تمامی است که چهار بار تکرار شده اگه این کلمه نبود تو این آیه میشد خداوند خدای خود رو با دل با جان با فکر و با قوت خود محبت کنه میتونم بگم این آیه خیلی آسون میشد ما با هر اندازه که میتونستیم توانشو داشتیم یا دلمون میخواست با دلمون با جانمون با فکرمون با قوتمون خدا رو محبت میکردیم و میگفتیم که خداوند اندازه من همینقدر بود من از این بیشتر نمیتونستم من تو رو محبت کردم با اینقدر از دلم با اینقدر از جانم با اینقدر از فکر و قوتم و دست ما پاک بود اما این آیه خدا در این آیه اندازه رو برای ما مشخص میکنه و اون اندازه این نیستش که اگر اندازه ای در توان تو بود و تونستی بلکه که خداوند خدای خود رو به تمامی دل به تمامی جان به تمامی فکر و به تمامی قوت خودت محبت کن وقتی امروزه یا امروز یا تو این روزها به این آیه نگاه میکنم میبینم خیلی خیلی کم بوده در زندگی خودم با مسیح در این 6 7 سالی که اون رو میشناسم خیلی کم بوده که تونستم این آیه رو زندگی کنم خیلی جاها بوده خیلی زیاد عزیزان در خیلی از خدمت ها و پرستش ها و هر چیزی نصف دلم برای مسیح بود و نصفش برای خودم نصف فکرم برای مسیح بود و نصف بیشتر نصفش یا حتی شاید بیشترش برای خودم و جلال خودم چطور دیده شدن خودم حق خودم خدمت خودم بود خیلی جاها شاید با تمام قوت و جانم رو گذاشتم اما نه برای مسیح بلکه برای خودم و خواسته های خودم از این آیه حکم اعظم کوتاه‌ترین اما کاملترین دستورالعمل برای زندگی یک باکره داناست شخصی که خودش و خواسته های خودش رو به صلیب کشیده و تمامی خودش رو به داماد تقدیم کرده دامادی که حقیقتا شایسته و سزاوار تمامی ماست او سزاوار تمام دل ماست او سزاوار تمام فکر ماست او سزاوار تمام جان ماست و او سزاوار تمام قدرت ماست بیاییم عزیزان در این روزها که وقتهای بیشتری رو داریم که با او وقت بگذرونیم از او کمک بطلبیم تا به ما قوت بده تا ما رو مدد کنه تا به ما یاری بده تا بتونیم به شایستگی حکم اعظم رو به جا بیاریم و او رو محبت کنیم و خدا رو شکر برای بدن و خون عیسی چقدر عالیه که میتونیم در بدن و خون او سهم داشته باشیم در این میز مقدس دست دراز کنیم بدن و خون او عزیزان قادر هست که ما را از نیستی و از ته دره در مرگ به هستی و حیات بیاره دوباره پاهای ما رو محکم کنه تا در این مسیر به دنبال او بریم و روغندانهای خودمون رو پر کنیم خدا عزیزان امروز میخواد با قوت تازه‌ای ما رو تبدیل کنه هر جایی که هستین الان میخوایم با هم دعا کنیم همزمان از گروه عزیز پرستش دعا می‌کنم که به بالا بیان با هم دعا می‌کنیم و تشویقتون می‌کنم در سرودی که بعدش می‌خونیم. اگر دوست دارید هر جایی که هستین تو خونه‌های خودتون تو اتاق خودتون زانو بزنید و بگذارید که خدا روح خدا با شما و قلب شما در این مسیر صحبت کنه سرهای خودمون رو اندکی خم کنیم در حضور خداوند حللویا خدای عالی خدای عظیم خدای پرجلال تو رو شکر میکنیم ای خداوند ای خداوند تو رو پرستش کردیم تو رو ستایش کردیم و امروز ای خداوند با کلامی که شنیدی من فقط خودم میخوام یک اعتراف کنم در حضور تو که ای خداوند من ناتوان هستم من ضعیف هستم ای خداوند حتی دعاهای من ای خداوند حتی پرستش های من حتی کلام خوندن های من ای خداوند قادر نیست خداوند اندکی من رو تبدیل کنه من رو عوض کنه من رو به قامت این آیه برسونه که حکم اعظم کلام توست که تو رو محبت کنم و تو رو پرستش کنم امروز ای خداوند ای روح خدا از تو, امداد می طلبیم. از تو می می‌طلبیم. از تو می‌خواهیم ای خداوند که تو ما قوت ببخشی هر مانعی که در زندگی ما هست هر مانعی که در راههای ما هست در فکر ما هست در دل ما هست در خانواده‌های ما هست در رابطه‌های ما با اعضای ما در شغل و کار ما اتفاقاتی که برای ما می‌افته هر مانعی که هست امروز ای خداوند بتونیم با قوت روح تو به کناری بگذاریم ای خداوند تا بتونیم با تمام قلب ای داماد عزیز تو رو محبت کنیم تو رو دوست داشته باشیم تویی که سزاوار تمام دل ما هستی تویی که سزاوار تمام فکر ما هستی تویی که سزاوار تمام جان ما هستی خداوند و تویی که سزاوار تمام قدرت ما هستی